کنید. این چه رفتاری از این تحصیل کرده به دوری؟ من شما شبه روانشناس نیستیم؟ هنوز نشدم، میخوام بشم تازه. ببین من یه مشکل دارم. میگه میگم که میخوای مشکلت حل کنی یا میخوای یه مشکل دیگه برای مردم بسازی؟ نه دیگه ببینی من مشکل دارم، خواهم مشکلم حل کنم، پول ویزیتش هم بهتون میدم، هر چقدر باشه دفتمتون میکنم. من نمیتونم، من این کارو نیستم، میدونی اصلا نمیتونم. من خیلی درسه خودم همه رو نمره‌هاشو پایین میگیرم. اصلا تو شما اومدی سراغ یه شاگرد تنبل، به نظرم بهتره بری یه سری شاگردای زرنگ داخل هستن. خب برو دیگه، برو درست صحبت کنین دیگه. این چه رفتاری شما با من داری؟ ای بابا. خب من میخوام تاکسی بگیرم. خب بقیه چه فکری میکنه؟ تاکسی میخوام بگیری؟ خب شما تاکسی نگی نداری؟ مال من نیست که. ای بابا. آقا معلم مسیرتون هست؟ نخیر خانم. مگه شما راننده‌ای که میگی نخیر خانم؟ آقا من ماشین دربست گرفتم. دربست گرفتی؟ گفتید کجا؟ گفتم عدلسی. معلم مسیرتون اگه باشه. نه شما رو نمیگم، شما گفتی کجا؟ خانم مسیرمو نمیخوره. آقا من گفتم برو عدلسی. اصلا من مسیرم عدلسی اونورا نمیخوره. بفرمایید پیاده شید. حالا ما سوار شیم یا نه؟ شما سوار شید بفرمایید. دی من ماشین دربست گرفتم، بچه مسافر میزنی؟ دیگه الان دربستی، این در باز شد. فکر کنم این امتحانو بیافتم. چطه؟ دیشب زوغ زده شدی؟ خبریه؟ مژگان اصلا حوصله شوخی ندارم. اگه همه چی جفت و جوره، یه رضایت بده قال قضیه رو بکن بره دیگه. حالا وضع مالی چطوره؟ خب واسه یه دختر پول دوست توپه توپه دیگه. خونه ماشینم داره؟ چی؟ خانم با من بودی؟ نه با من بوده. شما سر تو کار خودت باشه دیگه. ببینید خانم ها، شرط اول ازدواج شناخته. آدم باید از طرف شناخت داشته باشه، یعنی با همون چیزی که هست بپذیره. میدونید چی میگم؟ نباید این شرط بزنه که بعد از ازدواج تغییر کنه، چون خیلی سخته. مثلا اینجوری نگید که خب بعد ازدواج این اخلاقت اینجوری شه اونجوری شه، این اصلا عملی نیست. البته اینم بگم آقا، من زبونم سیبیل در آورد که بگم آدم طرفش زندگیشه، باید برای طرفش جون بده. خب آره دیگه، ولی آدم ها خیلی خیلی سخت تغییر میکنن، یعنی که آدم خودشو به سختی تغییر میده چه برسه دیگرانو. ولی من شنیدم آدم باید تغییر پذیر باشه. من نگفتم تغییر بده، من میگم که آدم باید طرفشو با همین خصوصیت اخلاقی که الان داره بپذیره، نه با خصوصیت اخلاقی و تغییراتی که بعدن ازش انتظار داره. چون وقتی اینجوری باشه از همون اول زندگی مشکل شروع میشه، چون آدم نمیتونه تغییر کنه، میگه به سختی میتونه تغییر کنه. منم موافقم همینجا دیگه پیادش. ممنون از راهنماییتون، خیلی لطف کردی. ممنونم. نگه داریم دیگه، میخوام پیادش. خواهش میکنم. من میدونم شما دخالت نکنید. فکر کردی حالا چهار نفر میشناسدت کی تو ها؟ خوش اومدی به سلامت. آخه اینجا کجا بود ما رو برشتی آوردی؟ آخه من نمیدونم مشکلش چیه. درستش میکنم. چی رو درستش میکنی؟ اینجا برای همسال تو خوبه نه برای ما. من واسه هنرم هر کاری که باشه انجام میدم، چون هدف دارم. ببین هنر من، سعی کن اول هنر ثروت رو بیاموزی، بعد برس به هنر دیگه. من چی میگم کارتو چلیپ کنیم بدیم رو آنته؟ غیر مجاز؟ به نظرم نظر خوبیه. خرجش هم یه کلیپ دست بیدی. نه مخالفم، اینجوری وجه خوبی هم نداره. واسه همینه میخوام از اینجا برم، من که اینجا موندنی نیستم. میشه بگی با کدوم پول؟ الان نه، ولی بعدم به همتون بگم. خب خدا رو شکر بالاخره یه دونه پایم برام پیدا شد. آکه رفتنمون حتمی. دار و ندار من تویی، بذار خودت رو جای من. ببین با رفتن میذاری چه راهی پیش پای من. بی تو اگه زنده باشم یه چیز به دادم میرسه، این که شنیدم عاقبت آدم به آدم میرسه، آدم به آدم میرسه. بود؟ عالی بود. خودت که میدونی من توی فامیل از همه خوش اخلاقترم، الگو هم واسه همه. آره واسه بقیه، به من که میرسی اخلاقت از زمین تا آسمون تغییر میکنه. البته من خودم مردم، اینم بگم اگر که آقایون تغییر نکنن جای تعجب داره. ماشاءالله چه اعتماد به نفسی هم داری. آره تغییر میکنه،
تغییر میکنه چون خودت خواستی، دلیلش هم فقط خودتی. میدونید من زبونم سیبیل در آورد، من میگم که خانما رو باید بزنن وسط دورشون بگردن، یعنی مردا باید این کارو بکنن ها، اونجوری که خانما سرشون قور نمیزنن. بله دقیقا همینه. ای بابا یه باره بگو از راش خوشم نمیاد دیگه، اینم اولا دوم از سوم نداره که. چه ربطی داره، یه جوری حرف میزنی انگار هیچی از موزیک نمیدونی. ناامید شدم ازت ها، من میگم هر سبک. چی شد بابا؟ هی بهت میگم جلوتو نگاه کن چه بس رانندگی، حواست کجاست تو؟ بابا از بس تو رو اعصابی، بابا من غلط کردم به تو کمک کردم. عمو جو بیا اینجا ببینم. ببینم عمو چیزی نشد که ها؟ کجا داشتی میرفتی؟ خدا رو شکر که چی نشد. داشتی میرفتی خونه تو؟ این چند تا هست؟ 5 تا سالمه خدا رو شکر. بیا 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 مامانت زنگ بزنیم. من اوکی ام، یه زنگ بهش بزن با هم یه قرار بذاریم صحبت کنیم. اگه همون موقع همون کارو کرده بودم الان اون ور بودم. بنده خدا خودش که برات وام جور میکنم، کلی راه نشونم داد، ولی من که گوش نکردم. خب یه وام ردیف کنه همینجا کارامون انجام میدیم، نوکر باباشم هستی. تو هم تو باغ نیستی ها؟ هستم که بالای دو تا موز بنداز پایین. همینجاست خانم. خب من دربست گرفت. خب دربست همینجا پیاده شید دیگه، همینجا خانم پیاده شید. اسمایل ندیدمت، کی اومدی چیکار میکنی؟ خسته نباش. قربانت بچه سوار شید. نه 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 من الان مسافر دارم. هممون جا میشید. باشه امتحان کنیم. امتحان میکنم. سوار شید. مسیرتون؟ مسیرمون کاملا مشخص. خونه کاروبار خوبه؟ همه چی خوبه؟ کاروبار ما هم بد نیست، میگذره، ولی کاروبار شما خیلی توپه. نیمی بخ خواهش میکنم. چی خواهش میکنم؟ اون آهنگ که من دوست داشتم شما چند بود؟ با من خانم؟ بله اون آهنگ قشنگه. خانم چرا من میپرسن ایشون؟ چرا من میپرسه جواد؟ شماره 3 بود فکر کنم. آخه اون اصلا ببخشید شماره اینو قطعش کنه. شما تو جمع که خادم آقا جواد من چه پیاده میشم؟ پیاده میشم. خب باش پس بده سید رو عوض. پیاده میکنم بهم میگم. نمیخوام. بچه‌ها پیاده میشین. خواهش میکنم. منم خواهش میکنم وایسا. آقا اینا رو ولشون کن. مال و اموال به تو میرسه، نه به دامادتون. بعدش هم تاکسی رو بفروشی خوب مایه‌ای میتونی به جیب بزنی. بازم خود داری. سینا یه پیشنهاد، استدیو هم خوبه، درآمدش هم خوبه. الو سلام، خسته نباشی، اوضاع خوبه؟ منم یه سری کارهای مامان رو انجام دادم. آره ببین فقط داشتی سر راه می اومدی، یه چند تا نون واسه مامان بگیر، دستت در نکنه. چشمت بی بلا. آره من مواظبم، نگران نباش. باشه میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. به جواد میگی خسته نباشی؟ آره خوب که خسته نمیشه، فقط بهش بگو یه خورده این دربستیاتو کم کنم. این منظور چیه؟ منظوری ندارم، فقط میگم گول سادگیشو نخور خواهر من. همین دارم دعا میخونم. گروه موسیقی مردم آزارانم که اینجا هستن. باز کنسرت داری؟ نه خیلی جونگ داریم. شما تشریف نمیارین؟ به عنوان تربیت کننده وحش؟ نه به عنوان حیفونه واقعا. نه خیلی بازم شروع کردم.
اینقدر به همدیگه کلکل نکنید طور خدا. لا اله الا الله. تو همون بودی که من خوابشو دیدم، تو همونی که میخوام براش بمیرم، تو همون فرشتی از جنس آدم. پوش نیست بزن. اوه جبار سینگال جانی جا دارم کوک میکنم. سودانگل از ایرم الگی سودانگل از ایرم. بسته بسته کوک کنیم سریع کنم جا بریم. خوب نبوده؟ نه نه مامان به خدا من امتحان دارم، اینجا خونه است نه استدیو. وای خدا چی کار کنم؟ صدا تو بیار پایین جلوی نزشته. نمیارم داد میزنم. اه زهرا مرد غریبه اینجاستا. من میفهمم، کاش یکم این داداش با غیرت هم بفهمه. بس کنید دیگه زهرا جون، بیا بشین اینجا حرفم نزن. ماشاءالله آقا اسماعیل مرد این خونه است. دیشب ولد خونه دیگه. آرگان بلند. تو همونی که تو خنده هم شریکی، تو یه درد و غصه هم واسم طبیبی، تو همون رویای پاکی که توی شبهای من بود، تو یه قطره از خدایی. من درس دارم، امتحان دارم، آخه اینا مگه خودشون خونه و زندگی ندارن؟ غلط نکن، داد نزن، یه بار بهت گفتم جلوی اینا آبرو ریزی نکن، صدا تو ببر. اسماعیل جان خب راست میگه دیگه، امتحان داره، تو هم تمومش کن این سر و صدا تو. منم تمرین دارم، این خونه سهم من است یا نه؟ تو این دوستای علافت سهم داریم، اینجا فقط ما ایم که سهم نداریم. باشه ما علافیم ولی سابقه دار نیستیم، زندان نرفتیم. این حرفا چیه میزنی اسماعیل مادر جون؟ تا اگر غیرت داری و دیگه غیرت جوش اومده ها، بار این موهاتو بری زمین که انگشت نمای خلق نباشی. شما نمیخواد به این موهای بدبخت من گیر بدی، به این گیر بده. گفتی خواستگارت سابقه داره، داداش نغمه رو میگم. گفتی یک سال زندان بوده یا نه؟ گفتی یا نه؟ آره گفتم. به تو چه ربطی داره؟ اما این خونه به من ربط داره. البته الان که دیگه خونه نیست، استادیو جنابالیه. میخوای واسط بلیت بفروشم؟ نمیخوام تو برام بلیت بفروشی. داری چیکار میکنی شما؟ آقا این حساب راست کنی بری پی کارش دیگه. من از تاکسی میخوام شروع کنم، نظرتون چیه؟ تو واقعا رود میشه تو رو مامان این حرفا رو بزنی؟ آره روم میشه، خوبشم میشه، من نوکر مامانم هستم. تاکسی رو میفروشیم خونه سر جاش باشه. حداقلش اینه که بیشتر از این چندرغازی که شوهر جنابالی میندازه جلومون دستم میاد. از شهرم هم خلاص میشید همگی. سلام به همه. سلام مادر جان. سلام پسرم، خوش اومدی. سلام مادر آینده. سلام. بچه ها خوبن؟ آره خوبه. خوب بپرس ازشون ببین چیزی احتیاج ندارن. شوخیت گرفته ها. خوبی آقا جواد؟ به به آقا اسماعیل. اسماعیل امروز یه مسافر داشتم، ببین قیافش عین خودت بود، یعنی مو نمیزد و فرمتش همین جوری بود. خودم بودم. دایی بچه همون سایی بابا هست، همزمان دو جا دیده میشه. آقا جواد لحظه بیا کارت. منتظرم بمون، به بچه ها بگو برمیگردم. سلماز خانمون رسوندی؟ در وسیعه رو میگن ها؟ شما یه لطفی بکن تا چند روز آینده ماشین رو ببر کارواش که میخواییم بزنیمش نمایشگاه. این چرا اینقدر سوراخ داره؟ باید دست شمعی بزنین ها؟ ماشین رو باید ببری نمایشگاه. نمایشگاه چرا؟ میخواییم برکتش کنیم. ما با هم قرار گذاشته بودیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کی مشکلات خودشو داره. من مشکل دارم، پول لازم دارم. نمیشه. آها وایسا ببینم فهمیدم، منظورت قرار با اون خانومه که نیست، چی بود اسمش؟
سرماز خانم کارت ویزیتمو ازم گرفت، بهم زنگ زد آدرس خونتو میخواست، نمیخوای که بهش بدم؟ دفعه این دقیقه بایستا داریم با هم حرف میزنیم. نگاه کن چه؟ من کاملا منطقیم، مذاکره میکنی فقط به یه شرط، اینکه بلند حرف بزنی، اینکه اینا بشنون ما چی میگیم. تا مادر اجازه نده حق نداری همچی کاری کنی. با خدای من با صدای دلخراش اینا بلند شد. من سکوت میکنم بعدم ما هم حرف میزنیم. خانم بنده که فقط خرید طلا میتونه خوشحالش کنه. خرید اکثر خانم ها رو خوشحال میکنه. استاد خرید خانوما رو خوشحال میکنه، بعد آقایون واسه شون چی میمونه؟ آشفتگیش میمونه واسه آقایون. استاد شرمنده، توی زندگی زناشویی من یکی زبونم سیبیل در آورد که بگم خانومم و دو تا بچه‌ام زندگی منن، ولی توی این شرایطی که ما همه داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، این خرید کردن بیشتر برادر خانومم رو خوشحال میکنه. گفتم آره زنگ تفریح باشه فضا عوض شه. البته آقایون با یه جفت جورابم خوشحال میشن. خرید جوراب آقایون خیلی خوشحال میکنه، ولی بعد دعوا سر بوی جوراب دوباره صمیمیت رو از بین میبره. البته مسافرت هم تأثیر گذاره، اونم مجردی. ولی نه واسه ما که متأهلی. آرش میگم نه. خب خودم میتونیم قیمتشو بپرسیم. تو ازش بپرس. آقا تو ازش بپرس. سوال قیمت تاکسی الان چنده؟ اینجا رو با نمایشگاه اتومبیل اشتباه نگرفتید؟ بفرمایید بیرون صحبت کنیم. ببخشید من چون گفتم این زبونم سیبیل در آورد، خانومم زندگی منه، بچه‌هام زندگی منه. من یه لحظه زنگ زده. ببخشید. خانوما چرا می‌خندین؟ استاد در رابطه با موضوع داشتیم صحبت می‌کردیم. از بارش فکری رفتیم تو خرید طلا و بوی جوراب و مسافرت. استاد حالا جدا از شوخی، استاد چه قشنگ تر از این که در لحظه به هم لبخند بزنیم. حتی تعریف کردن این لطیفه خیلی میتونه موثر واقع بشه. بابا الان من از سر کلاس اومدم بیرون که فقط تو این قیمت تاکسی رو بابا این قیمت تاکسی کاری نداره، بپرس دیگه ازش. وام میگیر هر چی ضامن هم داره هر چی. یا ضامن آهو. چیه شما شما اینجا خیره شدی؟ آخه میدونی؟ آخه فیلم سینماییه؟ آره ولی هنر پیشش تکراریه. آره بازم که اسمت خورده تیتراژ اول. سلام خانم همایون، خوب هستی؟ روزتون بخیر. قربان شما، خوشحال شدم این فاصله دیدم تو. قربان شما. میگم که این خط شماست؟ این نه تایپه. چرا خوش خوش خط نمیشی؟ چرا خوب تایپ کردی؟ برعکس شما که بد حسابید. نه من که معلوم میگه حساب داشتم. فکر کنم یه دقیقه گوشی الان من بهت زنگ میزنم. یه دقیقه قطعش کنم بهت زنگ میزنم. خب این خب حالا من اگه حسابم داشته باشم این نمک ها رو کی میریزه اینجا؟ اینا نگاه کنید وامس و این شبیه این حسین صادقیه که این جواب نگاه کنید گیه این از من نیستم. خب پس بذاری من همین الان چیز کنم که بد حساب نشید. من کارتمو اسمشون از تیتراژ اول در بیاد دیگه. خانم بگین نمک نریزن. اینو جدی میگم. اینو اگه شما لطف کنید حسابتون زودتر تصویر کنید. همین با این نمیشه؟ نه نمیشه. نه خوبه. این کارت آبر بانک نیست ولی خب این کارت تبلیغاتی. لطف کنید برید دفتر تصویر حساب. خب باشه اونو من میرم تصویر حساب میکنم. این باشه پیشتون یه موقع کار چیز داشتین در خدمتتون هستم. ممنون متشکرم. موفق باشید. تیتراژ اول. باشه. با شما آقا. من آقا سر جاشه دست زد. آقا میشه سیگار کشید؟ بله. با شما آقا. گفتم میشه سیگار کشید؟ سیگار؟ آقا چرا اینقدر عصبانی میشی شما؟ آقا من چیزی نگفتم. من میگم هر جایی که خب آخه نمیشه سیگار کشید.
بعدم اینکه خب هوا همینجوری آلوده است، شما آلوده ترش میکنید. مثلا جدا از اون اصلا اونا هیچی، ولش کن. خب ریه خودتون رو داغون میکنید. آقا اگه اینقدر عصبانی هستی اصلا همین بغل نگرد من پیاده شم. نه من همینجوری آشفته هستم. میگم به سلامتی از خارج اومدی؟ نه از سفر خارج کشور. بله سفر کاری بود. آها خوش گذشت؟ نرفته برگشتم. همسرم تصادف کرده. ای داد و بیداد. حالا الان تو چه وضعیتیه؟ به خاطر ضربه مغزی تو کماست. آخ خدا شفا بده. متشکرم. میدونید آقا با تقدیر نمیشه جنگید. به هر حال شما هم تو شرایط سختی هستید دیگه. یه سری اتفاقای بد برای یه سری آدما میفته. حالا تو این شرایط سخت دست خودتون اگه میخواین یه بسته سیگار بکشید بکشید. ترکش کردم. ببخشید ما رو حالاته کارو خیلی خوبی کردید که ترکش کردین. خیلی جالبه. البته بهتون بگم از نظر روانشناسا توی چنین موقعیتی که قرار میگیرید اگر ریشه ای عمل کنید بهتر جواب میده. یعنی کلا دیگه فکر کنید که بعد سیگارو بذارید کنار. خدا رو شکر. همسرمو گفتم آقا نه سیگارو. ترکش کردین یعنی طلاقش دادید؟ هنوز نه. توافق کرده بودیم که این اتفاق افتاد. قرار بود وقتی که برمیگردم از هم جدا شیم. ای بابا. توکل به خدا ان شاءالله درست میشه. یه سالم از عمرم بدون تو رفت، همه زندگی بی تو پژمرده شد. فقط دست رنجم از این انتظار یه تقویم کهنه است که خط خورده شد. یه سالم از عمرم بدون تو رفت، هنوزم دیدار تو دل خوشم. من هر شب با این حس که فردا میای رو امروز تقویم خط میکشم. کجایی ببینی که کم دارمت، ببینی چی به روز من اومده. بگو بعد من زندگیت راحته که من بعد تو حال روزم بده. بیا و ببین لحظه ای دیدنت یه رویا شده واسه دلتنگیام. همه روز ها فکر اینم که من به جز تو واسه لحظه ها چی بخوام. یه بارم بیا و به من سر بزن، نزار حال من بدتر از این بشه. یه ردی نشونم بده از خوده که قلبم به آینده خوش می بشه. قابلی نداره. 20 بفهمید 10 تومن بقیهش برای خودتون. خیلی ممنون. همین بیمارستانه؟ بله متشکرم. چی نشه مادر؟ بفهم مادر، بفهم. به خیر گذاش مادر، به خیر گذاش. چیزی نشده؟ نه. اما از دست شما مسافرکشا ماشینم زدی داغون کردی. خب بابا مادر من چیکار کردم؟ من وایساده بودم. بس به من نگو مادر. بابا شما مادر منو ندیدین. چه ربطی داره؟ خب مادر من عین شما سی زره جوان‌تره. واسه خانم سلامات بفرست بار دیگه. مادر جان شما مقصره، نه این آقا. پلیس هم بیاد همینو میگه. مادر حوصله داری یا؟ چیزی نشده، برو دیگه. چیزی نشده؟ شما جای مادر بزرگی منی، به من میگی مادر؟ من؟ بله مادر چیزی نشده که. بذار بریم بشیم. بفرم آقای راننده، بفرم بریم. برو عجله داریم بریم. بازم ببخشید مادر، بازم ببخشید.
رانندگی توی شهرم اعصاب آهنی میخواد ها؟ خب دیگه هر کاری سختی خودشو داره. به غیر از ترافیک آدم ها جور و جور هم پیدا میشه که اونا هم پا میذارن رو اعصاب آدم. میدونی چیه؟ کافی آدم خونسردی خودشو حفظ کنه، بعد اون طرفت هر چقدر هم اعصابش خرد باشه و خلق و خوش تند باشه سر صداش میخواد و آروم میشه. ای جان جانم، 50 تا لایک تو چند ثانیه؟ ایول به خدا. میگم تو اینترنتی؟ آره آره، یه چی کار کنیم، دنیای مجازی ولکن ما نیست بابا. اینا چی آخه؟ خب میتونی حالا همدیگر هم رو در رو بگیرید دیگه، هی تو این اینترنت کل میکنید، برو توی سایت پزشکی، برو توی سایت علمی زره ببینید یه چیزای حالی چه. ول اطلاعات کنم. مادر کجایی؟ من پایشه خیلی تنها، تنش دارم تو اون اشتباهی خودم چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ تو داری من تعقیب میکنی؟ آخه نیازی به تعقیبه، تنها جایی که میشه پیدا کردم این قبرستونه. تا اینجا هم اینجاست. ببین بی خود خودتو داغون نکن، هیچ کاری از ما ساخته نیست. آخه این مردی که کی بود تو به من معرفی کردی؟ همه زندگیمونو به باد داد. بی خود ادای فرشته ها رو در نیار، یار رفته اون موقع که تیرپ خارج رفتن گرفته بودی. فقط میخواستم ببینم تو بهت بگم، به خدا اگه به کسی حرفی بزنی هر دوتامون نابودیم. بعدم رضا تا یه مدت دیگه میاد خونه، همه چی برمیگرد سر جا اولش. برو از اینجا، دیدارمت میگم برو. الو سلام. آره چرا قرار گذاشتیم؟ امروزه؟ خب با کی هستی؟ خب کی؟ چه ساعتی؟ ای بابا، خب من درگیرم. چرا امروز انداختی؟ خب باشه، من سعی میکنم خودم برسونم. باشه، فعلا، خداحافظ. ایشالله که شیرینی بخوریم. 25 روز دیگه ایشالله. ای بابا شما هم که همش مراسمتون عقب میفته. آخه آقا جواد، این اتفاق یه بار بیشتر تو زندگی آدم نمیفته، اونم باید واسهش وقت و انرژی گذاشت. البته همراه با سادگی. آقای سادگی فعلا بریم سر اصل مطلب. آقا جواد هر چه زودتر باید تکلیف این پایان نامه مشخص بشه. تکلیفش معلومه دیگه. جواد بچه‌ها 25 روز دیگه عروسیشونه، باید قبل از مراسمشون تکلیف پایان نامه رو مشخص کنیم. میدونی هم که ما خیلی سر کلاس نرفتیم واسه پایان نامه. خب حالا میگی من باید چیکار کنم؟ خسته نباشی جواد جان، تازه میگی چیکار کنم؟ شما قرار بود هفته پیش خلاصه تحقیقاتونو تحویل من بدید تا من یه جنبندی اساسی بکنم. آقا شرمنده، من یه مقداری درگیر بودم نرسیدم، ببخشید. راستش ما چند تا پرونده رو پیگیری کردیم، خیلی هم کارشون به جدایی کشیده بود. آره چرا این دختره رو نمیگی؟ اسمش چی بود؟ سمیرا. آره دقیقاً، دختری یک سال از طریق فیسبوک و واتساپ این دنیای مجازی با یه پسر آشنا شده، در ارتباطن. اونم چی؟ گول ازدواجشو. دختره دیوونه اینقدر عاشق پسر شده بود که ماشینشو فروخته بود داده بود پسر از شهرستان بیاد تهران واسه خودش کاروبار دست و پا کنه. هیچ‌کس هم نیست بگه بابا خب تو که نه طرفو دیدی نه میشناسی، چجوری با یه چت بهش اعتماد کنی؟ آقا خوبه، همین پرونده رو همین ببندید تمومشو بره. ببندید؟ آره دیگه. آقا اصلا من تو عروسی شما جبران میکنم، قول میدم. همین استادمون رو برمیدارم میارم برای مشاوره. خب یه مشاوره خبره است دیگه، اصلا شاید تجدید نظر کردیم با هم ازدواج نکردیم. جواد داشتیم؟ همینجوری برای خنده گفتم. آقا من برم دنبال زندگیم. باشه بعد یادتون نره. خب خداحافظ. خدایا تو را به حق همین آقا همه کارا رو خودت درست کن، این پسرم به راه راست هدایتش کن. بلنش نظریه رو پخش کن. Thank you.
ممنون عزیزم، دست درد نکنه، ان شاء الله حاجت روا بشه. الو سلام، کجا این؟ چرا دیر کردی؟ زود بیاین دیگه. عزیزم نیاز نبود زنگ بزنی، یه نگاه پشت سرت میکردی میدیدیشون. نگران نباش الان همه انگش میکنم. بله داداش. سلام. چرا دیر کردین؟ کجا این پس؟ ترافیک دیگه کجاست؟ مامان اونجاست، فقط حواستون باشه نفهمه ها، بکنه اتفاقی شما رو دیده. سلام سعید هستم برادرم. سلام خوشبختم. سلام مادر جی خوش اومدید. بفرمایید بشینید. سعید هر سال از دانه پنجشنبه میاد اینجا، من از اوقات سعادت میشه من باش میام. قبول باشه. خیلی ممنون. نکنید ما بریم با هم یه دوری. باید بودم. موازی رو خودتون باشم. حسرت روزهای از دست رفته رو بخورم. از خدا میخوام هیچ مریضی در بستر بیماری آقای نباشه. آقای راننده یکم سریع تر لطفا. از همینجا هم بله؟ همه ما و شنوندگانمون دعا بکنیم برای همه این بله بله. کسان بله یکم تندتر برید لطفا. خانم آقا تندتر از این غیر مجازه، میخوام خودتون بیان بشینید. نه آخه نگران دخترم هستم، زبونم مو در آورد از بس بهش گفتم وقتی که از دبیرستان تعطیل میشه یک راست بیا خونه، انقدر به حرفم گوش نکرد که نکرد، آخرش هم سر از یکی از پاسگاه بیرون از شهر در آورد. ای بابا خانوم حل میشه، میذاره کنار. چی میگی آقا؟ منظورم اینه که این کاراشو میذاره کنار، این کارهای بعدو میذاره کنار. بابا این کفر رو پیدا کردم. آقای راننده کیف پسرم پیدا کرده. ای 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 این مال همون بنده خداست که در بیمارستان پیاده شد. خدا خیرتون بده بهش برسونید. حتما خانم حتما. اوه نزدیک بودا. به اندازه کافی دم دستم گذاشتم. چه کاری میکنی مادر؟ اه. ام جواد باز دمه در یه دوش مجانی گرفت. ای بابا این آدم نمیشه، باز جلو در همسایه پارک کرده. سلام ام جواد. سلام مستر مهسا، در باز کن بیام تو. نوریس ما تو پیچینگ. آه باز خارجی شدی. مستر مهسا در باز کن بیام تو. آی میس مهسا. یو میس مهسا در باز کن. منم میس جواد، منم مستر. حالا که دیگه خیس هویت معلوم نیست، منم جواد در باز کن بیام تو. اگر نم من بیپرا توی گو میکنم تو ویندوز میام تو. بیا ببینم چجوری میای. خب در باز کن دیگه ببینم عوارض در بیای تو. من میرم تو اتاق استراحت کنم. ای بابا تو هم هر دفعه باش میخوای. اینها اینجاست زیر این کته. اینها بیا تو. باریکلا. چی بگم والا، میگه میخواد انحصار وراثت کنه. میشناسیش که اصلا حرفم حالیش نمیشه. یعنی همین جوری دست تو دست بذاریم هر کاری دلش میخواد بکنه؟ کاری از دستمون بر نمیاد قربونت برم. میاد؟ ببین من با عموی نغمه که وکیل صحبت کردم، میگه اگه خودش پای قرارداد و امضا کرده باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه چیزم قانونیه.
سلام به همگی. سلام. چیه؟ یه جور نگاه میکنی انگار من شما رو خیس کردم. عجب بابا. ببینی؟ ببین نگاه کن. من همیشه گفتم یعنی این زبونم سیبیل در آورد. از بس بهت گفتم تو با این بچه ها زندگی منی. بچه ها خوبن؟ سلام برسون. پاشو انقدر شیرین زبونی نکن. پاشو دستاتو بشو برات غذا حاضر کنم. دستام تمیزه همین الان شسته شد دیگه. پاشو. ببین آقا جواد. قضیه کاملا جدیه. اسماعیل پاشو کرده توی کفش که ماشینو بفروشه. اسماعیل برای چی باید این کار بکنه؟ چرا؟ برو باید چیکار کنیم؟ برو رو کراس بهش بگو من قرارداد دارم ماشین رو نمیدم بهت. من خودم از وکیل سوال کردم و میگه کاملا قانونیه. تا وقتی که قرارداد تموم نشده میتونی ماشین پیشت باشه. من غلط بخورم بخوام این کار بکنم اون بطل لج میکنه آخه. دیگه بدتر از این چی میشه؟ طوری نمیشه که این ماشینم بفروشه میره پولشو خراب میکنه. ببینید شما واسه رفتن به یه مقدار پول احتیاج دارید. یه بخشش شما جور میکنید، باقیش هم من کمکتون میکنم. میشه بگی چطوری؟ حالا حتما خودشون پرداخت میکنن ما بعدا بهشون میدیم دیگه. نه عزیزم، به یه برگ چک احتیاج دارید. ولی خب ما که دست چک نداریم. یه حساب باز میکنید و دست چک میگیرید. بله، حسابم میشه باز کرد. ولی خب به خاطرش پول میخواد که ما هم نداریم. من آشنا دارم. بقیهش با من. چه جوری؟ تاکسی. الو. فقط یه دقیقه میخوام ببینمت. آخ من غیر از تو به هیچ کس اعتماد ندارم. اصلا برای چی من نجات دادی؟ خیلی خوب. دم غروب میتونم ببینمت؟ باشه باشه. مرسی. تو از جون من چی میخوای؟ بابا من نمیتونم برای تو کاری انجام بدم. خب چی کار کنم؟ آبرون میره میبرنم زندان. وقت چجوری تو چشه رضا نگاه کنم؟ خب معلومه میبرن زندان. دوزی که شاخ و دوم نداره که. بابا این کار تو غیر قانونیه. اون کاری که تو هم میخوای گناهش کمتر اشتباه تو نیست. اصلا مرد با زن باش. مرد باش. هر چی شهامت داشته باش. برو خود برو به پلیس بگو. برو مطرح کن. بگو اشتباه کردن. نمیگی دیگه. یه چیز میگی آ. الو. الو. سلام سینا. سلام چطوری؟ ببین کی اینجاست. دامادتون. آره. با همون یارو دختره بود اون روز داشت خیلی باهاش جیک تو جیک صحبت میکرد. بابا همون دختره دیگه. آره. اه خخ. الان یه فیلم سینمایی برات می‌سازم. باشه خدافظ. میگیره که چیکار داری میکنی؟ چیه؟ هیچی برات میفرستم تو واتساپ ببینی. من این چرت و پرتا ندارم. بفرست. نیاز نیست تو داشته باشی. اصلا برات تو نمیفرستم. برای همه میره میبینه؟ همه میبینه. به هر حال بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که چکو خورد کنید. یه مبلغ ماهیانه حدود 7% از چکو کم میکنن، مابقی رو بهتون نقد میدن. بابا این که میشه نزول که؟ من نمیدونم اسمشو شما چی میذارید، اما به هر حال مشکلتون اینطوری حل میشه. آخه 7% خیلی زیاده. شما اگه پاتون برسه اون بر 100 برابر این پولی رو که خرج کردین در میارید. در ضمن
فرصت زیادی ندارید. اون وقت ما باید چجوری چک رو خورد کنیم؟ من بهتون معرفی میکنم. آشناتون غیر از این کار واسه کار دیگه هم چک خورد میکنه؟ ما هر کاری بشه انجام میدیم. ما باید از اینجا بریم. ببین من خودم میدونم این پیکان سالمه، ولی خب دنبال یه ماشین بهتر میگردم. آره با قرض قولم که شده یه ماشین بهتر میخوام، تو یه ماشین برام پیدا کن. فکر کنم یه وام 10-15 میلیونی بتونم جور کنم. شما نگران اونیش نباش، 4 تا قسط دیگه یه کارش میکنم. خب کاری نداری؟ خداحافظ. البته داداش ببخشید، شما وقتی ماشین داری اونو از نوع سالمش، خب واسه چی خودتو داری تو قسط و این چیزا میندازی که اینجوری به تته به تن بیفتی؟ من معذرت میخوام، درست میگم خانم؟ آره سالمی که سالمه، اما از اونی که داره خوشش نمیاد، دنبال یه چیز بهتر میگرده. ببخشید، البته نظر منم همینه ها. یه موقع آدما از اون بهترین چیزی که دارن میخوان بهترترینشو داشته باشن. شما الان یه ماشین سالم داری، میتونی باش بری مسافرت، میتونی لذت ببری. خب دیگه چه کاریه؟ ما که بچه نداریم، یه خونه یه خوابم که به زور داریم، ماشین مدل بالا واسه چی آخه؟ خب آره اگه آدم هم اینجوری فکر نکنه خب پیشرفت نمی‌کنه که. البته بازم ببخشید، یه چیزی بگم، ما آدما برای چی وسایل رو ساختیم؟ خب برای اینکه راحت باشیم، تو رفاه باشیم، راحت زندگی کنیم، نه اینکه این وسایل ما رو تو دردسر بندازه. که به جای که ماشین در خدمت ما آدما باشه، ما در خدمت ماشین شدیم. در یه صورت اونقدر درآمدم بالا باشه که از مازاد اون اصلا 2 تا این ماشینو بگیرم زیر پام بندازم، اونم مدل بالا فول. آره دقیقا همینطوره آقا، آدم باید انقدر درآمدش بالا باشه که راحت بتونه یه ماشین مدل بالا بخره، نه با قرض و قوله. مادر جمع کن، میخوام نماز بخونم. باش، التماس دعا مادر. محتاجم به دعا. به به حاج آقا تقبل الله، ما هم از دعای خیرتون مستفیض کنید لطفا. ببین اسماعیل، الان من توی شرایطی هم که اصلا حالم خوب نیست، خواهش میکنم رعایت کن. باشه خدا وکیلی، میدونم تو بد شرایطی، اما اگه حرف گوش ندی بدتر میشه. سویچ، ما با هم قرارداد بستیم، ما با هم صحبت کردیم، میفهمی؟ نمیتونی بزنی زیرش. میخوای بجنگی؟ آره من میخوام حقم دفاع کنم، میتونم. میدونی چی میگم؟ نمیخوام بجنگم. باشه شب نداره، پس اینو بی زحمت ببین، یه فیلم جنگیه، به دردت میخوره، به کارت میاد. ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. خوب ببینا. اسماعیل. صبح گرفتی سویچو، مدارک ماشینو میذاری رو پس. اسماعیل. فعلا. اسماعیل. معنی این کارا یعنی چی؟ یعنی جنگ. نه ترجمه بهترش آبجی زینب میدونه، میخوای بگه من رو ترجمه کنه؟ اسماعیل تو داری اشتباه میکنی، بین من و اون دختر هیچ نیست. جدی؟ فقط یکم شوخی، گاهی راننده تاکسیشی و گاهی هم تفریح، البته تش چند تا قرار کوچولو هم داشتی، درسته؟ ببین داری تهمت میزنی، من فقط به اون دختر کمک کردم، میفهمی؟ خوب آقای رابین هود، خوب به همه کمک میکنی، به ما هم کمک کن، دست ما هم بگیر. البته نه، الان که فکرشو میکنم میبینم نه، به خودت کمک کنی بهتره، من میخوام دراز میکشم. فعلا به سلامت، امیدوارم برای خودت هم پیش بیاد. وای نگران نباش، اگر بچه‌ام اینو بچه‌ش مادر چون چیزی نمیشه. دکتر خدا کنه سقلوشه، خدا کنه سقلوشه، خدا خدا ببین جواد، فردا باید ماشین رو بزنیم نمایشگاه. تو اصلا حالیت نیست، حال آبجیت بده. 10 دفعه بهت گفتم تو نمیخواد دلت شور اونو بزنه، چیز خاصی نیست که، من دارم دایی میشم، تاکسیو که به امید خدا فروختیم یه هدیه خوشگل واسه خواهرزاده عزیزم میخرم دیگه. خب منم دارم بابا میشم دیگه، خب این زبونم سیبیل در آورد.
بابا من زنم و بچه هم زندگی منم، اینو میفهمی؟ و تو وجدان نداری؟ تو این شرایط داری با من یکی دوتا میکنی؟ جواد 10 دفعه بهت گفتم، گفتم تو مردی، مشکلات تو باید خودت حل کنی. مشکلات هر کی به خودش مربوطه، به من که مربوط نیست مشکلات تو. آقا اصلا 8 ماه دیگه قرارداد ما مونده، نمیخوام، نمیکنم این کارو. چی میگی؟ جواد وای به حالت اگه بلای سر آبجی میاد، به خدا نابودت میکنم. در ضمن بیاین کیف پولت هم بگیر تو ماشین بیار، این هم وسایل ماشین، فردا آمادش میکنم. الو واسات مهمه من کجا؟ آره یه مقدار پول جور کردم رزرو از اون هلوفتونی بکشم بیرون. فقط مشکلش اینجاست که همش دلار و چک و ایناست. تو به این کارا چی کار داری؟ میتونی بزن پولش کنی؟ آره نه بابا چک تضمینیه. کارت شناسایی ندارم، دوست عوضی تمر برداشت برد. خیلی خوب، خدافظ. اصلا مگه تو نگفتی قرار دومادتون با مامانت حرف بزنه رازیش کنه ها؟ چی شد پس؟ نه خب مامانم الان دیگه حرف اونم قبول نداره، یکی باید خودشو تایید کنه. اصلا من گیت شدم، خودم نمیفهمم. یعنی تو این دنیا هر کی خلاف کرد بعد ترد شه ها؟ هیچ فرصت توبه وجود نداره؟ به نظر من مرد خوبی میرسه ها، یکم بهش وقت بده. چی بگم قربونت برم، الان اصلا مخم کار نمیکنه مهسا جون. سلام. سلام. خداحافظ. سلام به هر ستاتون، هم شما هم بچه ها. میگه چی؟ مادرش قبول نکرده؟ چون من سابقه دارم؟ چون من قبلا خلاف کردم؟ بابا من توبه کردم، گذشتم رو پاک کردم، هویتم رو تغییر دادم. بابا خدا بنده گناهکاراشو میبخشه. آخه من چون سابقه دارم باید برم بمیرم؟ هر جا واسه کار میرفتم میگفتن شما سابقه داری. میدونی چقدر بیکار بودم که تو این مدت دوست که چرس کنم؟ حتی آشنایی قدیم هم میگفتن دووم نمیاری و باز میه سمت خود واسه خلاف نون آبدار. ولی من پای قول توبه موندم، مجبور شدم خودم از بابا ما قرض رو بده یه کار آزاد را میندازم. حالا که میخوام ازدواج کنم میگن شما سابقه داری. بابا قسم به امین همین امزاده من توبه کردم، چرا هیچکی حرف من رو نمیفهمه؟ چرا؟ تو همه زندگی منی، همین زندگی درب و داغونت منظورته دیگه. آره میگم اینجوری جوری بچه ها نگو، الان نمیفهم بعد که به دنیا بیام برای آیندهشون خوب نیست. کارای تو چی؟ اونا واسه آیندهشون خوبه؟ نگاه کن تو منو خوب میشناسی، خودت هم همیشه همینو میگی به. بله میگفتم، ولی میدونی چیه؟ الان فهمیدم خیلی اشتباه میکردم. به چون خودم الان داری اشتباه میکنی؟ من از اسماعیل خواستم اون فیلم ها رو به هم نشون داد. قبلا هم دیده بودتت، ولی مثل اینکه دیوار هاشا بلنده. بگو، دروغ بگو. بگو اینطوری نیست، تا یکم خودم به خریت بزنم شاید باورت کردم. بابی اینجوری گریه نکن جلو بچه ها، جلو من. خب منم گریه هم میگیره. بابا به جون خودم من دروغ نگفتم. برو بیرون میخوام تنها باشم. بابا من اومدم ثواب کنم کباب شد، اون دختره به من پناه آورد. میخوای باز با دروغ خرم کنی؟ آره من دروغ، آخه من کی باید دروغ بگم به تو؟ برو بیرون تمومش کن. باشه میرم بیرون، فقط دوست داشتم واقعیت از دهنم بشنوی بعد برم بیرون. بس دیگه تمومش کن، نمیخوام بشنوم. باشه میرم بیرون. اگه اصلا نمیخوام بشنم، برو بیرون دیگه. خب جیغ نزن، میرم. باشه اگر بچه ها یه موقع چیزی احساس کردن بگو صدای تلویزیون بود. بگو یه چیزی.
سلام مادر. خدا حافظ. زود بیا، زود بیا میبینم. خدا حافظ. حل داره میاد. بگیرنش چی؟ یه مبلغ پول بهش میدم خودشو گم و گور کنه. اومدش. کارت ملی آوردی؟ آره. این چه کار؟ یه نمبر واسه گرفتم دو نفر جلوتم. پول من آماده است کردم. آره برو دیر میشه. برو دیگه. برو. سلام. زحمت اینجا کو میکشه؟ بله. خانم زارا جانم ببخشید. یه لحظه. بله. نگاه بهم بنداز. سمعشون پاس کن. ببخشید این چون مبلغ چکتون یکم بالا هست من باید با رئیس بانک هماهنگی داشته باشم. بخش عجله دارم. چشم حتما. ببخشید. یه نگاه با این چک میندازید. حالا کدوم مشتریه؟ اونجا نشستم با جا آخر. اون مشتریه؟ لحظه صبر کن. خانم زاره این چک گزارش شده که سرقتیه. بله. اصلا هول نکنید هم. بهت پیش باجت پیش مشتری همونجا بایستید تا من زنگ بزنم پلیس آقای. خودم الان بیام اونجا. چشم. منو ببرم؟ نه دست خودم است. بیرم. نگرانم. نگران نباش عجله هم نکن. الان میاد. تو چی کار میکنی؟ سلام. به بانک ما خوش اومدین. مبلغ چکتون خیلی زیاده. خب من یه پیشنهاد براتون دارم. حمل این همه پول بخواید بگیرید ببرید خیلی سخته. پلیس. ببین پلیس اومده. اصلا خیلی ریلکس و راحت باش. آروم. قدم بزن. مثلا داریم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم و آره، اصلا برای خودت نه. یه حساب براتون اینجا باز بکنم. پولتون رو بذارید اینجا محفوظ هم هست. میتونید از مزایای بانک ما هم استفاده بکنید. ببخشید. بله. الو جلیل. پلیس اومد فرار. چی؟ مایکل جون چکا که آماده شد آقا اسماعیل هم ماشین رو گذاشته برای فروش. به محض اینکه پول بشه پولم تقدیم کردیم. آقا من ماشین پسر خالم دستمه، یه وقت نبرم من برم یه سر ماشین بزنم. فعلا مبلغ چک 3 برابر پول تاکسی است. بعد تو اون موقع ما چجوری چک رو وصول کنه؟ شما تو اون موقع ایران نیستید. هر وقت رسیدین و تونستین پول می‌ریزین به حسابتون و چک رو پاس می‌کنید. در ضمن اگه شکایت هم بکنه دستش به جای بند نیست. دور از انصاف نیست؟ تکلیف اون بنده خدا چی میشه؟ اونا یه مش شرخر هستن. دلت به حالشون نسوزه. مادر الان که دیگه جلو در پارکینگ پارک نکردم واسه شاب میپاشی. اینجای اون روز که جا خالی دادی.
تازه خونکت هم شد. تا تو باشی دیگه اینجا پارک نکنی. آره خونکم شد. مادر منم جواد، میبینی که میتونم بیام تو؟ باش. سلام زهرا، خوبی؟ چته؟ هیچی نشده، فقط دیگه خسته شدم. همه امیدم تو بودی که تو هم... منم چی؟ ها؟ من چیکار کردم؟ چه خطایی ازم سر زده؟ ها؟ نکنه تو حرف اونا رو باور میکنی؟ زهرا تو این خواهر کوچیک منی، با بیا برو بهشون بفهمون، یه اشتباهی پیش اومده، جانم بیا برو بهشون بگو. آقا جواد ببخشیدا، ولی اون... اون چی؟ اون فیلمه؟ یا اون دختره؟ بابا من اومدم ثواب کنم کباب شد آخه. ببخشید خانم. من چه میدونم کجاست؟ باید از هزار نفر دیگه بپرسید همه آدم. چی کار میکنی خانم؟ کجا؟ خارج از شهر؟ کجای خارج از شهر؟ یعنی دربست کنیم؟ خب بگی کجا؟ خارج از شهر کجا؟ آقا برو نمیدونم، برو خارج از شهر، هر کوفتی که میخوای برو. فهمیدم یه مشکلی داره، اما حاضر به حرف زدن نبود. یکی دو ساعتی چرخیدیم و در نهایت به اصرار خودش مجبوراً اونو به جاده خارج از شهر رسوندم. وقتی پیاده شد بهش شک کردم، اصلاً تعادل روحی نداشت. تصمیم گرفتم اونو زیر نظر بگیرم. حدسم درست بود، اون دختر قصد خودکشی داشت. هر طوری بود نذاشتم این کارو بکنه. خب کمکش کردی، خدا خیرت هم بده، ولی آخرش که چی؟ ببین از لحاظ روانشناسی یه آدم... آی تو هم دیگه زهرا بله ببین من روانشناسم. بله از لحاظ روانشناسی وقتی آدمی تصمیم به خودکشی میگیره، یعنی به توهی بودن رسیده، یعنی به پوچی رسیده. خب بعد من خیلی دوست داشتم اینو به یه مشاور خبره معرفیش کنم، ولی نمیپذیرفت. این شد که این مسئولیت خودم پذیرفتم، گفتم بذار خودم بهش مشاوره بدم. گناه داشت. بیا سردست فتنه ها اومد. به به آقا جواد بیا بالا بفرما تو. شما بفرمایید، ما خودمون میفرماییم. میخوای وایستم با هم همگی بفرماییم تو؟ نه بیا بالا دیگه بفرمایید. ایمه قول میدی بهشون بفرمونی؟ باشه من بابجی صحبت میکنم. برو تو. این آقا رو میشناسی؟ نه باید بشناسم. آره مدام با شاکی رو بشناس. آخه من چه کار از ایشون نگرفتم؟ پس از کی گرفتی؟ اون که لابد نمیشناسیش. دادم بچه ها استعلام بگیرن تا چند دقیقه دیگه مشخص میشه. قربان مشخصات راننده تاکسی رو در آوردین. ممنونم، خودم پیگیری میکنم. We'll be right back.
پسر خودش خلافکاره. اصلا شاید واسه همین گرفته باشنش. اصلا شاید واسه چک نباشه. بعدم اونا که آدرس ما رو ندارن. نمیدونم، من که به حرکت ماموری بهم شک کردم. فکر می‌کنم اونا گذاشتن. چرا زنگ به این پسره نمیزن؟ همین جواد بود. کی بود؟ زنگ بزنم بگم برای چی از ماشین دزدی کردم؟ الان کجایی؟ ببین چرا خودش بهت زنگ نزده؟ من مطمئنم 100% به تو شک نکرده. خاکی بر سرم. چه غلطی کردم؟ هر بلایی میکشم از دست تو میکشم. این موضوع علکی من نچسبون. اونی که با شاکی باشه منم، نه تو. همش تو داری گم میزنی. من گن زدنهای تو رو درست میکنم، از یه طرف دیگه میافم تو منجلا. کجا؟ همینطور سرشو میندازه پایین و میره. هم تموم شد. کل ماجرا این بود. نگاه کن، من این زبونم و سیبیلان با هم دیگه مو در آورد. بابا چقدر بهت بگم، تو این بچه ها زندگی منین، عمر منید. آره میدونم، حق با توه جواد. آخه منم یکم حساس شدم. ببین اصلا نمیتونم فکر کنم تو با یه نامحرم. نه 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 نه، من بهت قول میدم با یه نامحرم نباشم. یعنی که اگر میخواستم این کار کنم محرم شم. جواد فکرم میخندی، گفتم میذاره فضا عوض شه. پاشو برو با مادر جون یه صحبتی بکن، ببین میتونی مشکل زهرا رو حل کنی. باش باش. مرسی عزیزم. مادر جون مخلصم، ببخشید دیگه تو اشتباه انداختمتون دیگه، ولی دیدید که همه چی خدا رو شکر حل شد. الهی شکر مادر، تو هم منو حلال کن. این حرفاشه مادر جون، شما صاحب اختیارین. میگم مادر جون، اینو بدونی من ته قلبم میگم و من شما رو عین مادر خودم دوست دارم. زهرا هم که از خواهر برادرام به من عزیزتره. این پسره رو من تحقیقاتی کردم، دیدم قبلا یه خلافایی میکرده، ولی الان مدت زیادیه که دیگه اون کارو تکرار نمیکنه. انسان جایز الخطاست دیگه، یه موقع آدم ها یه اشتباهی میکنن، حالا کم و زیادش دیگه به خودشونه دیگه، ولی هر موقع برن به درگاه خدا میتونن توبه کنن، بگن غلط کردم، غلط خوردم. میدونی چی میگم؟ ما هم باید بپذیریم این خودش یه عبادته. میدونی چی میگم؟ یعنی مادر جون من خیلی الان صحبت دارم بگم، ولی من خود منم مثل قبل نیستم. الان باور کنید میتونم یعنی منظورمو توی یه دو تا کلمه برسونم، مثل همین الان. ببین جواد، منظورت از این همه حرافی چیه؟ یک کلام. خب منظورم ازدواج بود دیگه، بذار ازدواج کنم. شکر خدا، هر چی خیر پیش میاد. جلفازی هم تو برو مجده رو بهشون بده. ابجی بیا که وقت سور دادنه. مامان قبول کرد. چیکار کنیم دیگه، یه زبون خیر گذاشتیم مامان قبول کرد. آقا جواد با مامان صحبت کرد؟ جواد که البته آره، ولی تا خود ما پا پیش نذاشتیم نشد دیگه. باشه بریم، خودتو دیگه لوس نخون. خره دست پول گذاشت. بریم بریم. آقا من همین که میگم شما بزن. خب بعد اینم حتما قید کن که یعنی اینجوری باشه، ببین زنونه جدا باشه، مردونه جدا که خب این هست. خب بعد پیرمردونه هم جدا، پیر زنونه هم جدا. نه به خاطر اینکه حرمت مجلس هست. جواد آقا تو رو خدا این گوشی رو بذار کنار، دلم داره شور این پسره رو میزنه. یه زنگ بزن بهش ببین گوشیش روشنه، جواب میده نمیده. ماشاءالله نه به بار نه به دار، شما داری تدارک عروسی رو میبینی. پس چرا فرار کردی؟ ترسیدم. از چی؟ از پلیس. اگه خلاف نکرده باشی پلیس که ترس نداره. ببین جناب سروان، من نه اون آقا رو میشناسم، نمیدونم کیف پولش کجاست. در ضمن تاکسی اصلا تحویل من نبود. تاکسی تحویل کی بوده پس؟ دامادمون. تاکسی اجاره اونه، من ازش گرفتم که بفروشیمش. همین. پسر، منزل جواد خوشخل کدومه؟ اینجاست. سلام علیکم. آقای جواد خوشخل؟ بله خودم هستم. مطابق همه خانواده میدونم من امروز صبح که خواب بیدار میشم بدخلقم. گفتم رویت نوازش زنگ تفریح باشه. یه چند تا سوال داشتیم، باید با ما بیا اداره. چرا؟ بریم اونجا روشن میشه. در رابطه با چیه؟ در مورد تاکسیتون هست.
من باور کن از 10,000 تومان بیشتر کرایه نگرفتن از آدم ها. یعنی ای تاکسی مکنه دستم نیست، هرچی از زیر سر این اسماعیله. اونم اونجاست. بفرمایید. بعد از اونم میگی؟ بفهم. اون کی اومده اونجا؟ و اینو یه لحظه نگه داریم. کجا؟ درو میخواستم ببندم. بفرمایید. درو ببندید. بفهم. من غلط کردم. چیزی نیست، بفرمایید. بالاخره همه چی تو دادگاه مشخص میشه. بهتر همکاری کنید. راستش آقا ما اصلا توی ماجرا بی تقصیریم. شما باید دلیل قانع کننده واسه فرارتون از دست پلیس داشته باشید. آقا چی بگم؟ راستش ما قرار بود بریم خارج از کشور. البته من نه تمایلش رو داشتم، نه پولش رو داشتم. از طریق دوستم سینا. همونی که فرار کرد؟ بله آقا. البته ما آشنا شدیم با یه نفر به اسم مایکل. البته اسم مستعارش بود. اون راهنماییمون کرد. قرار شد که اسماعیل تاکسیشو بفروشه، بعد با اون پولش بتونیم ما بقیه چکم خورد کنیم و با راهنمایی اون نقدش کنیم و بریم. برای پولو چی؟ بهش داری؟ امشب باش قرار داریم. بسیار خوب. بری سنگ بزن. ببین رمزی باهاش صحبت نمی کنی ها. فهمیدی؟ واسه خود درسا درست نکن. بزن. الو. سلام. چی شد؟ آزاد شدین؟ نه چیز خاصی نیست. یه تخلف بود که مال تاکسی بود. اشتباهی گرفته بودن ما. خدا رو شکر نصف عمر شدم. قرار امروزو که کنسل نکردی؟ چرا بابا 10 بار زنگ زد جواب ندادم. باشه بهش زنگ بزن بگو پولت آماده است. من و مهرانم اینجا یه خورده کار داریم. کارمون که تموم شد میاد. فعلا. آفرین بزارم. دروغ میگه جناب رئیس. تو اون کیف 2 فقره چک بود، مقدار زیادی هم دلار. خب دلارا که نیست، اون چکارم بردم بانک. خدا رو شکر چون شکایت کرده بودم چکا وصول نشد. تکلیف ما چی آقا؟ آخرین بار که کیفو دیدی کی بوده؟ وقتی رفتیم بیمارستان من به برادر زنم گفتم همه وسایل ماشین خالی کنه، بعد اونم کیفو دید بهش گفتم بگرد نشونی چیز پیدا نمیکنی. نگاه کرد نه کارتی نه چیزی بود، فقط همین 2 تا دلار بود، چکم که اصلا نبود. این واقعیت. آخرین نفری که سوار کردی کی بوده؟ به کسی شک نداری؟ آخرین نفر؟ باشه باشه زود بیان دیگه. باشه زود باشه. خدافز خدافز. مامان به نغمه و آقا سعید گفتم بیان دنبالمون بریم اداره آگاهی. معلوم نیست این دفعه دیگه چه دست گلی آب داره. آبجی زینب که نمیدونه. نه مادر جون، اگر به فهمی حرص میخوره حالش بد میشه. رضا همیشه مخالف این بود که من برم خارج از ایران، تا اینکه با نیکل آشنا شد. اونم بهم گفت میتونه قاچاق منو ببره. گفت اگه بهش یه دونه چک بدم برام نقدش میکنه. منم به بهونه خرید رفتم از رضا یه چک با یه مبلغ خیلی بالا گرفتم. دادمش به نیکل، هم رفت استعلام گرفت و 7% ماهیونه ازش کم کرد و به مقرش رو پرداخت کرد. بعد از مدت بهم گفت پولا رو بده و اینکه میخواییم بریم خارج از ایران. من همه پولا رو بهش دادم و یه ها غیبش زد. الان رضا به بهونه این که من الان رضا به خاطر اشتباهی که من کردم بیرونه زندانه.
آقا جواد، من بهتون زنگ زدم بگم که من حلال کنیم، من اون چک رو از ماشین شما برداشتم، دیگه من رو هیچ وقت نمیبینم. چرا گریه میکنی؟ حالا باید خنده کنی نه گریه بسرم. عشق شوق مادر، شما خودتون مادر شدیم برحال میدونین این چیزا. دومی ها دومی دومی بیا. وای خدای من چقدر شبیه به هم هست. ماشالله چقدر شبیه هم میبینی؟ اسمشون چی بذاریم؟ تو بابا شیباد اسم بزنیم. اسمشو میزنیم سمیرا جفتشونو سمیرا A سمیرا B. یه اسمی میزنیم دیگه. سومی تو کاره شاید باشه دیگه. اینا چقدر پرپشته. سبا چقدر شبیه داییشه. اسماعیله. آقا آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ من چی داییشم دیگه. من هر کی میخواین باشین، تشریف ببرید بیرون. منم باباشم. خب منم میخوام بفرمایید بیرون آقا بفرمایید.